در این آیه در واقع یک اساس پیشگیرانه ای رو قرآن کریم برامون معرفی میکنه که این اساس پیشگیرانه برای حفاظت بنیادی ترین و اصولی ترین اصلی که دین برای حفاظت اون اومده به ما یک حکم پیشگیرانه ای رو میده. حکم حکم قصاص است. حکم قصاص برای خیلی ها شاید شکلی از خشونت رو در بر داشته باشه و خیلی ها هم خصوصا در بگیم دنیای معاصر با توجه به زمینه های منفی که در اذهان وجود داره شاید کلا نگاه درست و صحیحی به این مطلب نباشه. اما در واقع اگر ما بخوایم به طور موضوعی و علمی به این حکم بپردازیم، دو زاویه برای پردازش به این موضوع میتونه وجود داشته باشه. زاویه اول مرتبط است با نگاهی که یک مؤمن یا یک مسلمان به این موضوع داره. من مسلمان یا مسلمان ها و کسانی که اعتقاد به این دارن که این کلام کلام الهی است و احکام احکام رب ذوالجلال هست، میدونن که الله علام الغیوب، اون خالق مدبر کل جهان آفرینش که هر چیزی رو با یک اصول و با یک ضوابط بسیار محکم آفریده و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، اون رب ذوالجلال علیم و حکیم فرستنده این کتاب هست، در نتیجه برای من مسلمان و کلن جامعه اسلامی و افرادی که اعتقاد به مصدر این کتاب دارن که الله متعال هست، جایی هیچ شک و شبهی وجود نداره که حق مطلق هست و چیزی نیست که نیاز به تجربه کردن داشته باشه و اطاعت و پیروی کردن یک عبادت الهی به شمار میاد و توجیهاتی که خیلی ها که در مقابل هجمات دین ستیزان تسلیم شدن یا نوعی شکست رو احساس میکنن نیاز به توجیه هم نداره. توجیهاتی که بخوایم احکام رو اختصاص بدیم به دوره و زمانی معینی و به همین صورت انواع مختلفی از این نوع روشن فکر نمایی که به حساب خودشون میخوان دین رو به طور یک دین مدرن معاصر در بیارن یا مدرنیزش کنند. این یک زاویه هست، زاویه ای که یک انسان معتقد، یک انسان باورمند به کتاب الهی داره و هیچ شک و شبهه‌ای نداره که احکام الهی مطلق حکمت هست، منبع علم به ظاهر و باطنی تمام پدیده ها و خلائق هست و اون چی که از الله متعال برای بشر میاد نور مبین هست. هیچ کتاب و هیچ حکم و هیچ برنامه‌ای نمیتونه به هیچ نحوی با قابل مقایسه باشه با این نور مبین. اما خب میتونه در این میان بحث فهم، تفسیر و به همین صورت تطبیق احکام جای اجتهاد رو داشته باشه. خب این در هر قانونی این موضوع وجود داره، در بحث تطبیق، در بحث استنباط، خب میتونن اهل نظر و یا علما دانشمندان در هر زمانی در جهت تطبیق و به همین صورت تفصیل یا تفسیر احکام نقطه نظرهای مختلف داشته باشند و این خودش وسعت و تنوع
حکمی رو در شریعت اسلامی میرسونه، اما به طور کلی یا در کلیت خودش اون چیزی که ما معتقد هستیم میگیم منبع این احکام مسترش وحی هست و الله متعال فرستاده، در نتیجه خیر مطلق درش هست به صرف نظر از جزئیاتی که جای اجتهاد و جای اختلاف رو هم شاید در بعضی زمینه ها داشته باشه.